والدین نوآموزان اتباع هرچه زودتر نسبت به نوبتگیری برای سنجش فرزندان خود اقدام کنند. تعاملاتی که با وزارت کشور انجام شده انشاءالله مقرر است تا پایان خرداد ما استثنا برای اتباع نوبتگیری برای اونا هم انجام بشه و در واقع کار سنجش انجام خواهد شد. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت تعداد نوآموزان اتباع برای سنجش مشخص نیست ولی می توان پیش بینی کرد. الان ما حدود 20,000 نفر سنجش کردیم، اما آمار دقیقی نداریم چه تعداد نوآموز اتباع داریم که باید سنجش بشن. پیش بینیمون تا حدود 70,000 نفر از پیش بینی میکنیم، اما این آمار دقیق نیست. نوآموزان اتباع برای ثبت اطلاعات و سنجش نیاز به کد یکتا دارند. دانش آموزان اتباع فقط کسانی را میتوانیم الان سنجش کنیم که دارای کد یکتا باشند. کد یکتا شبیه همون کد ملیه. متاسفانه تعداد زیادی ازشون کد یکتا ندارن و امکان ورود اطلاعات اونا در سامانه ما نیست. به اینها اعلام شده در جایی که این عزیزان حضور دارن، اعلام شده که مراجعه به این مراجع مربوطه بکنند که بخشای وزارت کشور از این کدو دریافت بکنند. تا زمانی که کدو دریافت نکنند امکان سنجشون برای ما وجود نداره. وزیر کشور در حاشیه حیات دولت از چگونگی دریافت کد یکتا گفت. این سامانه رو سازمان ملی مهاجرت درست کردن که با ارتباط هم داره با وزارت آموزش پرورش و بر اساس اون سامانه طبیعتاً اتباعی که در داخل اون سامانه وارد بشن و اساس اون سامانه عمل خواهد کرد. به گفته رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تاکنون 98% سنجش نوآموزان کشور انجام شده. خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.